دوحه باز هم میزبان یک نشست تازه دیگر برای صلح افغانستان. برای دومین بار زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان گروه طالبان در قطر دیدار کرده است، دیداری که در آن گفته می شود روی تبادله زندانیان طالب و ایجاد یک راهکار روشن برای انجام گفتگوهای صلح گفتگو و رایزنی شده. اما از نتیجه دقیق این دیدار شاید هم برخی توافقها و اثرگذاریان روی روند گفتگوهای سال چیزی مشخص تا اکنون آفتابی نشده است. تر اوسه فور فکر کوم چې زلمی خلیلزاد مشخص کړنلار نه لري او په دې باندې کار کوي. او بل مهمه موضوع دا ده چې ممکن هغه امریکایي بندیان چې طالبانو سره دي او هغه طالب بندیان چې افغان حکومت سره دي په دې اړه به بحث شوی وي. تبادلی زندانیان طالب که نزد دولت افغانستان است یکی از گزینه های خوب برای زمینه سازی گفتگوهای مستقیم دولت با گروه طالبان پنداشته می شود. اما ظاهرا طالبان دو چشمانداز کلیدی با رفتن به روند سال دارند. نخست بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و دوم هم شکلگیری یک نظام تازه با حضور آنان. نوزه فکر کوم چې واقع سول د عبارت ته دې سبولی چې د خارجیانو د وتلو موضوع او په خارجان په افغانستان کې د صحیح نظام د ټولو په اتفاق او وحدت باندې نظام راتل نو په دې د دې طالبان طرفدار دي. دیدارهای خلیلزاد با نمایندگان گروه طالبان شورای عالی صلح افغانستان را نیز دلگرم ساخته و این شورا انتظار دارد که این دیدارها به آغاز تماسهای مستقیم دولت افغانستان با گروه طالبان بیانجامد. بلواسطه توسط زلمه خلیلزاد شد و مستقیما با نمایندگان شورای عالی صلح و نمایندگان ملت افغانستان ما امیدوار هستیم که تماس ما قائم شود و یک تفاهم بین هر دو جهت به میان بیاید. پیشتر زلمه خلیلزاد با نمایندگان افغانستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در ابوظبی نیز روی گفتگوهای صلح افغانستان گفتگو کرده است که پس‌تر دفتر شورای امنیت ملی از یک سلسله توافقات بین چهار طرف روی روند صلح در این نشست خبر داد.